صندوق بین المللی پول و گروه یورو مرکب از وزیران دارایی کشورهای منطقه یورو بر سر واگذاری بخش دیگری از کمک مالی به یونان توافق کردند. این کمک مبلغی نزدیک 44 میلیارد یورو را در بر می‌گیرد. ژان کلود یونکر، رئیس گروه یورو، شورای وزیران دارایی منطقه یورو در این باره گفت: موضوع مهم نه فقط کمک مالی برای یونان، بلکه دستیابی به توافق برای آینده بهتر مردم این کشور و اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه واحد است. البته اذعان می‌کنم که توافق بر سر واگذاری کمک مالی دشوار به دست آمد و نیاز به تلاش‌های مشخص از سوی همه حامیان مالی داشت. با کمک مالی وام دهندگان بین المللی به یونان، این کشور می تواند به بهبود وضعیت مالی بانکهایش کمک و قسمتی از هزینه های بخش عمومی خود را تامین کند. خبرنگار یورونیوز می گوید یونان بخش دیگری از کمک مالی خود را در سنوبت دریافت می کند، اما تنها هنگامی که اصلاحات اقتصادی لازم را اجرا کرده باشد. وام دهندگان بین المللی خواهان اصلاحاتی در نظام مالیاتی یونانند. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، درباره توافق حاصل شده بر سر واگذاری بخش دیگری از کمک مالی به یونان گفت: ما می‌خواستیم مطمئن شویم که یونان در مسیر انجام اقدامات مورد نظر صندوق بین المللی پول و وام دهندگان بین المللی قرار دارد و همچنین می‌خواستیم که شرکای منطقه یورو اقدام‌های ممکن را به انجام برسانند تا بدهی‌های یونان به وضعی بهتر و همچنین مسیری مناسب‌تر هدایت شود. Thank you.